قانون جنجالی انتخابات از جنجال مجلس گذشت. سرانجام مجلس نمایندگان قانون انتخابات را تصویب کرد. با مخالفت 36 کارت با اکثریت قاطع قانون انتخابات تصویب گردید. وقتی سیاستمداران غربی مفت حرف نمی زنند. فهرست مجله فوربس از پردرآمدترین سیاستمداران بازنشسته. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. سرانجام قانون انتخابات پس از ماها از فیلتر مجلس گذشت و تصویب شد. قانون انتخابات در 16 فصل و 79 ماده با اکثریت آرا امروز تصویب شد. پس از بحث‌های زیاد در مجلس نمایندگان روی مسوده قانون انتخابات دست کم 20 ماده جدید به قانون افزوده شده است. در این قانون سیستم انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقاد تایید شده، حوزه های انتخاباتی مراکز ولایت ها تصویب شده و صلاحیت رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده شده است و سهمی برای احزاب سیاسی در نظر گرفتن نشده است. در همین حال مجلس نمایندگان در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات بحث کرد، اما این قانون تصویب نشد. رئیس جمهور کرزه این قانون را که از سوی کمیته مشترک شورای ملی تصویب شده بود در 8 مورد رد و دوباره به مجلس فرستاد. پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود در صورت تصویب نشدن به وقت قانون انتخابات، انتخابات را بر اساس فرمان تقنینی برگزار خواهد کرد. اما حال که این قانون از فیلتر مجلس گذشت، معلوم نیست چقدر زمان در مجلس سنا خواهد گرفت و رئیس جمهور کرزی چه زمانی این قانون را توشیح خواهد کرد. با تصویب قانون انتخابات چقدر راه برای یک انتخابات سالم و شفاف هموار شده است؟ وکیل صاحب محترم و کلاه محترم ملت که در تالار تشریف دارند، با مخالفت 36 کارت با اکثریت قاطع قانون انتخابات تصویب گردید. ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان و نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای سعادت، میشه نکات کلیدی و برجسته قانون تازه تصویب شده را بگوین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلوع و همچنان حضار گرامی در این میز گرد. در این شکی نیست که قانون انتخابات یکی از اساسی ترین قانون است که در ساختار نظام سیاسی کشور رول اساسی را داره و در انتخابات های گذشته همونطور که شاهد هستین بیشتر توسط فرامین تقنی انتخابات دایر می شد و امروز قانون انتخابات به تصویب ولسی که رسید، موارد اختلافی که در اونجا سر بحث شد و در کمیسیون مشترک به او به توافق نرسیدن از جای ولسی که یکی از موارد اختلافی موضوع سم احزاب بود. در طرح پیشنهادی حکومت هم بر احزاب سم داده نشده بود، اما طرح احزاب و طرح کمیسیون تقنین بر احزاب یک سم یک 30% در نظر گرفته شده بود. اما برداشت اعضای ولسی جرگه دهی بود که در شرایط فعلی از یک طرف ما تو یک حزبی را نداریم که همه شمول باشه، در مجموع افغانستان نمایندگی خود داشته باشه و به شکل تمام ملیت ها شامل از او بوده باشه، و از طرف دیگر چون احزاب بیشتر رشد نکرده بنان انز زود است که بر احزاب سم داده شود. و موضوع مهم دومشی بود مسئله کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که اونجا طرح حکومتی بود که اونجا بنام محکمه انتخاباتی را در نظر گرفته بودن نه کمیسیون شکایت انتخاباتی را، اما خوشبختانه کمیسیون شکایت انتخاباتی رأی گرفت که حرف آخر کمیسیون شکایت انتخاباتی میزنه. با توجه به اینکه اگر در موارد اختلاف به وجود بیاید که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه کمیسیون شکایت انتخابات را نپذیره، با 3 نفر از کمیسیون مستقل انتخابات، 3 نفر از کمیسیون شکایت انتخاباتی و 3 نفر از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اینا بین هم باید بشینند اما موارد اختلافی را حل بکنند که باز بر نتیجه رسیدن اما نتیجه نهایی خواهد بود. و موضوع دیگرش مسئله اوزه های انتخاباتی بود که در طرح حکومتی آمده بود که باید یک ولایت بر چند حوزه انتخاباتی تقسیم شود که البته تقسیم شود کمیسیون مستقل انتخابات طراحی میکرد، اما بازی هم از طرف مجلس رد شد. اوزه انتخاباتی مثل دوره های گذشته واری فقط هر اوزه یک ولایت یک اوزه انتخاباتی است و تغییراتی که نسبت به فرامین تقنی دوره های پیشتر به وجود آمد، مسئله 10 کرسی برای برادرای کوچی بود
که مطابق به ماده 22 قانون اساسی تبعیض در بین اقوام یا ادبای افغانستان ممنوع است، به او خاطر سهم کوچی را تقسیم بر ولایات کرد، به ده ولایت کردند که در ولایت کوچی نشین هست اونجا باید همو کرسی ها به اونجا تقسیم شوند، از همون طریق باز رای بگیرند بیان. و موضوع دیگر از محل شمارش آرا بود، کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بود که مرکز شمارش آرا ولایت باشد. تعدادی از اعضای کمیسیون های اجدگانه ولسی جرگه پیشنهادشانی بود که مراکز شمارش آرا مراکز ولسوالی ها باشد، اما چون ماده اختلافی بود وقتی که به مجلس آمد باز مراکز شمارش آرا محل رای دهی در هر جایی که رای دهی صورت میگیره باید در آن واحد در ختم پروسه انتخابات باید شمارش آرا صورت بگیره. این موارد های اختلافی بود که در مجلس سرش بحث شد و به می خاطرم همین مدت زیادی هم که سپری شد چون روی از این موارد ها در کمیسیون مختلط توافق صورت نگرفته بود به مو خاطر زمان بر شد تا اینکه بالاخره امروز به تصویب رسید. آخه این نور شما شنیدین این نکات کلیدی را، نظر کمیسیون در مورد این قانونی که تازه تصویب شد امروز در مجلس چه هست؟ با هم سلام و احترام تقدیم میکنم. سلام شما. شما در جریان هستن که کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تاکید زیر میکرد که هر چیز زودتر باید قانون انتخابات از سوی مجلس نماینده های مردم تصویب شود. خوشبختانه امروز خبر دریافتیم که بالاخره نماینده های مردم در ولسی جرگه تانستن که قانون انتخابات نهایی بسازه و تصویب کنن. ای در حقیقت یک قدم نیک است، ما ایر استقبال میکنیم و از این کار نماینده های مردم در ولسی جرگه حمایت میکنیم، ولی شما میفهمین که مرحله بعدی از این باقی مانده که باید با مشران جرگه بره و از اونجا هم به توشیر جمهور برسه و ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر این دو مرحله دیگه خود هم سپری کنه. بله، خب در مورد این موادی که حالا آقای سعادت گفتن دید کمیسیون چه هست؟ در آیا موافق هستین شما با این موادی که مجلس نمایندگان امروز در کل تصویب کرد؟ این قانون را میشه یک انتخابات سالم و شفاف برگزار کرد؟ خب دیگه جای شک نیست که احتمالاً بعض مواردشان از لحاظ تکنیکی مشکلات ایجاد میکنه. مثلا چه موارد کمیسیون موافق نیست و میگن که از نظر تکنیکی مشکل ایجاد خواهد خب کرد؟ در قانونی که فعلا نافذ است و با اساس از او امورات کمیسیون مستقل انتخابات پیش میره، صلاحیت شمارش آرا مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشد. تصمیم گرفته میتونست که در کجا شمارش آرا را انجام بده، چون شما میفهمین که در افغانستان مشکلات عدیده موجود است، موضوع امنیت است، موضوع مشکلات دیگه است، در بعض محلات و در بعض مراکز احتمال از این میره که افرادی که اونجا قدرتمند است و افرادی که اونجا زور دارن بالای مراکز و محلات رای دهی اعمال نفوذ کنن. بنان ای ماجرا را به کمیسیون مستقل انتخابات، ای صلاحیت به کمیسیون مستقل انتخابات تا حد زیاد داده بود که کمیسیون در رابطه تصمیم خود بگیره. به هر حال چون جزئیات طرحی که از طرف نماینده های مردم در ولسی جرگه تصویب شده با کمیسیون به طور رسمی نرسید، بنان ما نمیتونیم که بالای از صحبت بیشتر داشته باشیم. هر وقتی که رسید میشه که ما مسائل مختلف از زیر حالا آقای سعادت به عنوان عضو مجلس نمایندگان از محتویات این قانون که حرف زدن که کاملا جایی که مثلا بیشترین از موضوعات را که بحث کردن مورد قبول کمیسیون مستقل انتخابات است، اگر او جای شک نیست، ولی بعضی از موارد است که باید با جزئیات در مورد از او تحلیل صورت بگیره، بخش تکنیکی از او دیده شود که مطابق به شرایط افغانستان عملی است یا نیست، ولی در مجموع تا جایی که ما در جریان هستم و ما دیدیم شنیدیم از طریق مطبوعات تا حد زیاده طرحی که کمیسیون ارائه کرده بود مطابق با او تصمیم گرفته شده بجز از چند مورد. موضوع یک مورد که کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بود سیستم انتخاباتی بود که باید تغییر میکرد. ما سیستم انتخاباتی که هم عذاب سیاسی دور رشد پیدا کنه، شرکت کنه، یک سیستم مختلط پیش بینی کرده بودیم که متاسفانه اون مورد تایید قرار نگرفت و همچنان عذاب سیاسی جامعه مدنی همین پیشنهاد داشت. در حقیقت موضوع دیگه که به کمیسیون مستقل انتخابات بالای زود تاکید کرده بود یک فصل مشخص با کمیسیون شکایت انتخاباتی در نظر گرفته شده بود که استراکچر یا ساختار کمیسیون شکایت انتخاباتی هم باید قانون انتخابات باشه که نماینده های مردم در ولسی
جرگه ای فصل مکمل انتقال داد به قانون تشکیل سالات وظایف کمیسیون ها در حقیقت. برحال و همچنان خود روند ما در طرحی که ما در نظر گرفته بودیم بسیار ساده ساخته بودیم که این مراحل بسیار ساده ساخته شد و یک مشکل تکنیکی که ایجاد میشه در رابطه با دعوزه یا ده کرسیه که برای کوچی ها در نظر گرفته شده از لحاظ تکنیکی هم یک جنجال داره چون اوراق که به ده کرسی در نظر گرفته میشه هم از لحاظ هزینه بیشتر میبره و هم از لحاظ عملی یک کمک مشکل داره ولی با آن هم این حق نماینده های مردم است که بالای قوانین تصویب کنه و کمیسیون یک نهاد است که اجرا کننده از این قانون است که باید اجرا کنه ما مشکل نداریم استقبال میکنیم ولی یک سلسله مشکلات تکنیکی که باشه او را هم با وقتش وضاحت خود دادیم حالا تنها همین سه موارد بود موارد اختلافی که شما در این قانون دیدین؟ خب تا جایی که البته دوست ما صحبت کردن ما خب. با اساس صحبت از اوی مسئله را گفتم احتمالا که موضوعات دیگه هم باشه که بالا از او باید مکس صورت بگیره آقای معنوی در مجلس نمایندگان گفتن در صورتی که شمارش رای در محل رای دهی صورت بگیرد ما در آنجا نظارت کرده نمیتونیم امروز مجلس نمایندگان در امین قانون تصویب کرده که رای در محل رای دهی باید شمارش آرا صورت بگیره با این حساب شما نظارت کرده نمیتونید خب ما این مسئله را اشاره داشتم که در قانونی که البته نافذ است دست کمیسیون باز بود ما میتونستیم که از محل با مرکز ببریم از مرکز با ولسوالی ببریم از ولسوالی هم حتی با مرکز ولایت ببریم یکی از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات بود بنان به هر حال ما تاکید مویست که هر مکانیزمی که باشه باید طور تنظیم شوه که مورد قبول افغانا صورت بگیره یعنی بر تمام مردم در حقیقت یک طور تنظیم شوه که مورد قبولشان باشه خود روند انتخابات در حقیقت این منو را میده در رابطه با نظارت مراکز و محلات شما میفهمین که باید ناظرین ملی و بین ملی هم به او دسترسی داشته باشه یعنی یک سهولت برای او ایجاد شوه که به خاطر از این هم یک سلسله مکانیزم های در نظر گرفته شده و با اساس از او مکانیزم ها کار میکنیم تا تمام نهادهایی که خواسته باشه از روند انتخابات نظارت کنه ما برشان این زمینه را مساعد میکنیم باز هم تاکید میکنم که احتمالا بعضی مشکلات دیتر باشه که از طرف نماینده ها در ولسی جرگه نهایی شده میشه که در مشران جرگه بالای زو مکس صورت بگیره و همچنان در بخش توشه امکانش هست که یک سلسله اصلاحات بیاره شما شنیدین آقای سعادت در چند موردی که حالا در طرح آمده بود در مصوبه و مجلس نمایندگان تغییر داد بر چه مبنای این تصامیم را گرفتند نماینده های مجلس آقای نور میگه که احتمالا اشکالات فنی برای اجرای این موارد در شما در مسئله سهم احزاب هم در خدمت عرض کردم که هنوز زود است به خاطر از اینکه گرچه ما هم طرفدار از این بودیم که پارلمان باید به سیستم احزاب ساخته شود که حداقل در اجنده های ملی اجنده های بزرگ یک نظر واحد وجود داشته باشه همین پروگندگی که فعلا شما در پارلمان میبینی ناشی از عدم حضور احزاب سیاسی است خب اکثریت به این موافق نبودن که مثلا شرایط در زود است که ما بر احزاب سیاسی این سهم بتیم به او خاطر طرح حکومت رد شد طرح کمیسیون رد شد در ارتباط با مسئله کوچی ها اشاره کردن آقای نور که از نگاه تکنیکی مشکل شما فهمید قانون بر یک دی خاصی ساخته نمیشه قانون بیشتر منافع عام ملت افغانستان را در نظر میگیره و از نگاه تکنیکی اگر مشکلی است که کمیسیون مستقل انتخاب به می خاطر است که مشکلات تکنیکی را باید مرفوع بسازه و بتونه اما قانون به شکل به وجه احسنش تطبیق بکنه در ارتباط به مسئله رای دهی گفتندم که یک سلسله مشکلاتی را ایجاد میکنه و قبلا این در صلاحیت خود کمیسیون مستقل انتخابات بود عین نگرانی را که اینا دارن در ارتباط به مسئله اعمال نفوذ در محل شمارش آرا برعکسش هم وجود داره یعنی مثلا ای تشویش هم وجود داره وقتی که صندوقا در یک مرکز رایدهی پر میشوه باز او را انتقال میتن به مرکز ولسوالی یا ولایت میشه در مسیر را همین صندوقا تخریب شوند میشه که اعمال نفوذ صورت بگیره دمونجا
در موش آرای صندوق تغییرات به وجود بیاد، قلفش پرانده شود و قلف دیگه به عوض جای به جای شود. یعنی در کل اگر کسی بخواد تقلب بکنه، زمینی تقلب اگر بخواد به زور تقلب بکنه، در هر شرایطش مساعد است میتونه. اما برمیگرده به نظارت کمیسیون. شما اگر 100% انتخابات شفاف هم داشته باشین، بالاخره ادعاهای صورت میگیره که در اینجا تخطی صورت گرفته، تقلب صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات که خصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه‌ش به اون شکایت رسیدگی بکنه. در هر صورت صندوق باز میشه، محاسبه صورت میگیره، اگر دقیق بود با اسناد شکایت تقلب صورت گرفته و طبعا رایشون باطل خواهد شد، در غیر از او رای باید حساب شود. این مواردی بود که کمیسیون البته در او نظر خود داشتن. اما در کل این بستگی داره به امی تطبیق قانون به ارادی کمیسیون. فکر میکنین که با چه واکنشی در مجلس سنا و نزد رئیس جمهور مواجه خواهد شد این تصویبی را که امروز نماینده ها کردن؟ کدام موارد اختلاف برانگیز است جدا؟ گرچه هنوز زود خواهد بود که ما به خدمتتون عرض بکنم با چیز، اما عدس میزنم در دو مورد احتمال داره که رئیس جمهور از نفوذ خود استفاده بکنه در مجلس سنا و جلو از این قانون بگیره. یک، در مورد مسئله کمیسیون شکایت انتخاباتی، شما در جریان هستین که قانون صلاحیت و تشکیل کمیسیون انتخابات رد شده از طرف رئیس جمهور و در اینجا هم به صراحت گفته شده که حرف نهایی را کمیسیون شکایت انتخاباتی میذاره، ما محکمه انتخاباتی را نپذیرفتیم. حالا رئیس جمهور میخواد از این دو بندر از هر دویش استفاده بکنه. در قدم اول میخواد در مشان جرگه رد بکنه که باز مسئله مو یک کمیسیون مختلط مشترک ایجاد شود و اگر نشد باز میتونه که به توشیه نرسند. یک موضوعی است. موضوع دو مطمئن میذارم که موضوع احتمال موضوع کوچی ها خواهد بود که ایرم مطرح بکنن و در مشتران جرگ جلوشه بگیرن. اما موارد دیگه که مسئله حوزه های انتخاباتی است که در طرح حکومت یک ولایت به چند حوزه انتخاباتی از نظر تکنیکی همونطوری که آقای نور گفتن واقعا مشکل بود، به خاطر از اینکه در قدم اول سرحد بین ولسوالی ها مشخص نیست و ضمناً اگر مشخص هم بسازدش کمیسیون می ساختش کمیسیون مستقل انتخابات، یک تنش بین قریه بالا و قریه پایین به وجود می آمد. شاید یک ولسوالی می گفت که یک قریه مربوط به ماست، یک کس دیگه می گفت قریه مربوط به ماست. به او خاطر ولسی جرگه هم طرح حکومت رد کرد، گفتن نه، حوزه انتخاباتی فقط میتونه ولایت بوده باشه، نه به چند حوزه. در دیگر مواردش من فکر میکنم مثلا یک موضوعش که فراموش میشد مسئله انتخاب شهردارها بود. در طرح حکومت خوب آمده بود، منتها بعد 5 سال در محل زندگی بکنه. این به خاطر از این بود که کسی از پول خود استفاده نکنه و از نیروی سیاسی خود استفاده نکنه. فرضاً یک آقا از یک ولایت میاد، اصلا در این ولایت بلد نیست، میاد اینجا خودش رو کاندید میکنه، به هر نوع میخواد که نفوذ خود داشته باشه، مردم رای بگیره، اما چون شهر بلد نیست شاید خدمت خوبترم کرده نتونه. به او خاطر خواستن که بله، کسایی میتونه که شهروال باشه، حداقل در مشار مدت 5 سال سپری کرده باشه. آقای نور، حالا هنوز سرنوشت این قانون در مجلس سنا و نزد رئیس جمهور هم معلوم نیست که چقدر زمان خواهد برد. آیا کمیسیون ضرب العجلی داره که اگر تا این زمان شما این قانون را نهایی نکنید به شکل کامل، خب انتخابات بعدی با چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ خب در قدم اول ما تاکید میکنیم که هر چی زودتر طرح قانون نهایی شود. هر چی زودتر وقتی میگین آیا زمان مشخصی بله، نداره؟ زمان مشخص قید است که پیش از ماه سنبله باید قانون جدید کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه، چون بعد از ماه سنبله پروسه ثبت نام کاندیدا شروع میشه، موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح میشه با اساس تقویمی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده. بنان هر چی زودتر باشه ما خوبتر میتونیم که امورات انتخاباتی را مطابق با قانون جدید تنظیم کنیم. ولی اگر بعد از سنبله میشه، ما فکر میکنم که دیر خود باشه و وقت به درد انتخابات 2014 به درد نمیخوره. حالا اعتراض احزاب سیاسی هم بلند شده برای اینکه نقش احزاب سیاسی در نظر گرفته نشده. فکر میکنین دید کمیسیون چی است که چه تأثیری میگذاره این دور نگه داشتن احزاب سیاسی از انتخابات و سهم ندادنشان در این؟ خب خواست ما بود که باید یک سلسه از کرسی ها در ولسی جرگه ارتباط بگیره با احزاب سیاسی، یعنی با مرور زمان باید کم کم احزاب سیاسی هم در این روند انتخابات شرکت کنه، با شکل کاندید بته و بالاخره کم کم افغانستان طرف حزبی شدن بره که هم به نفع روند انتخابات است و هم به نفع دموکراسی در افغانستان، چون در کشورهایی که احزاب است بیشترین کار را احزاب سیاسی خود انجام میده. موضوع آگاهی عامه
مکمل انتقال پیدا میکنه به احزاب سیاسی، احزاب سیاسی مردم را تشویق میکنه که باید انتخابات شرکت کنه، سهم مردم در انتخابات بیشتر میشه و شما میفهمین که خود ولسی جرگه یا پارلمان در کشورهایی که احزاب سیاسی هستن بیشتر میتونه که بالای این موضوعات خوبتر تمرکز داشته باشه، با زودترین فرصت تصمیم بگیره و بالاخره با هر چیز به وقتش رسیدگی کنه. و همچنان بدون احزاب سیاسی اصلا دموکراسی ما فکر میکنم معنی نداره. در حقیقت از او خاطر بود که ما در قدم اول 1/3 از کرسی ها رو بر احزاب در نظر گرفتیم و به مرور زمان بادی 50% میشد و بالاخره به 100% ارتقا پیدا میکرد. ولی متاسفانه که این بخش از تصمیم نماینده های مردم در ولسی جرگه ما فکر میکنم که در طویل مدت شاید نقص زیاد داشته باشه، ولی در کوتاه مدت ما فکر میکنم که مشکل نداره با مشکلی که پیش آمدیم پیش خود رفتیم و بالاخره انتخابات انجام خود. حالا دو مورد را که آقای سعادت گفتن احتمالاً جنجال برپا بکنه و رئیس جمهور موافق نباشه، یکی همون سهم کوچی ها بوده و دیگر هم کمیسیون شکایات انتخاباتی. دید کمیسیون در مورد این دو ماده چی است؟ ما یک نهاد اجرایی سیم، اجراعات میکنیم هر طرحی که توسط دو مجلس تصویب شود و رئیس جمهور توشیح کنه ما او را اجرا میکنیم. ولی این را باز هم تاکید میکنیم که ما در زمان مشخصه که ما پیشتر بالای از صحبت داشتیم باید دو مدت به دست ما برسد تا عملی شود، چون پروسه سبکنام اگر در ماه سنبله این قانون نهایی نشد چون چندین مرحله یکی از نگرانی ها این است که حکومت وقت کشی بکنه تا اینکه انتخابات بعدی با فرمان تقنینی برگزار شود. اگر تا ماه سنبله نشد بر اساس فرمان تقنینی برگزار خواهد شد. ما مجبور هستیم، دیگر راهی نداریم، چون تقویم انتخابات اعلان شده، قانون اساسی را قید کرده که انتخابات باید در ماه عمل صورت بگیره. بنان ما جز راه از این نداریم. بنان باز هم متاکید میکنیم که نماینده های مردم، حکومت افغانستان، مشران جرگه هر چه زودتر بالای قانون انتخابات تمرکز کنه و ایر نهایی بسازه. سپاسگزارم. و آقای سعادت در مورد کمیسیون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات اگر بگویین که چه زمانی مجلس با او توجه خواهد کرد و نهایی خواهد شد؟ خب موضوع بعدی همین مسئله کوتاه اگر بفرمایید. همین موضوع است که او به 10 سال آرا نیاز داره که امیدوار هستم که گرچه هیئت اداری ولسی جرگه وظیفه گرفت که بعد تک تک وکلا زنگ زده شوه و اونا خواسته شوند که در هفته‌ای که پیش روی داریم در یکی از روزایش جلسه دایر شوه و سرزی تصمیم بگیرن که ما او را به 10 سال یا تایید بکنیم. اگر تایید شد خب به توشیه رئیس جمهور نیاز نداره، خب اونم قانون است. باز اگر تایید نشد طبعا یک سلسله موارد اختلافی که به وجود آمده بین رئیس جمهور و ولسی جرگه او را میخوان که اصلاح بسازن، حداقل مو زودتر به تصویب رسه. اما یک چیز در مورد قانون انتخابات خدمتتون عرض کنم که به تصویب رسیده، چیزی که در او گرچه پیشنهاد حکومت هم بود در ارتباط با مسئله تحصیل یک کاندید که رئیس جمهور باشه اعضای شورای ولسی جرگه باشه، اما متاسفانه تعداد ایرا خلاف ماده 33 قانون اساسی دانستن و هیچ نوع معیاری بر هیچ نوع معیار تحصیلی در نظر گرفته نشده، نه بر اعضای شورای ولایتی، نه بر اعضای ولسی جرگه و نه هم برای رئیس جمهور، چون گفتن اگر ما ایرا ایزاد بکنیم خلاف ماده 33 قانون اساسی است. سپاسگزارم. ظهیر سعادت از روی مجلس نمایندگان و نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، ممنون از شما. و مجله فوربس با انتشار گزارشی از بازار پر رونق سیاستمداران بازنشسته جهان پرده برداشته است. در این گزارش سرمایه‌دار مشهور دونالد ترامپ در صدر کسانی قرار دارد که برای سخنرانی‌های اقتصادی و سیاسیش پول‌های انگفتی به جیب می‌زند. ترامپ بین سال‌های 2006 تا 2007 برای سخنرانی یک ساعته در 11 کنگره 5.1 میلیون دلار به دست آورده است. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا از دیگر سیاستمداران بازنشسته آمریکا ارزش سخنرانی‌هایش 100 تا 400 هزار دلار نرخگذاری می شود. وی از زمان پایان کارش در کاخ سفید در سال 2001 تا سال 2011 توانست از سخنرانی های خود نزدیک به 90 میلیون دلار به دست بیاورد. تونی بلیر نخست وزیر پیشین انگلیس در جایگاه دوم قرار دارد. وی توانست در سال 2009 616 هزار دلار برای نیم ساعت سخنرانی خود در دو کنفرانس در فیلیپین دریافت کند. این رقم به این معناست که وی برای هر دقیقه سخنرانی بیش از 10000 دلار پول به جیب زده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با تازگی اعلام کرده که قصد دارد راه همسرش بیل کلینتون را در ایراد سخنرانی ادامه بدهد. آل گور معاون بیل کلینتون در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان سومین سخنران پردرآمد ذکر شده. وی برای هر سخنرانی 175000 دلار دریافت می‌کند. و سرانجام جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در این فهرست است و وی در مقابل
40 سخنرانی در مدت 2.5 سال توانست $15 میلیون به دست بیاورد. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدارتان.